هستم. تو این فیلم چند تا تمرین از حد برای دانش آموزان پای 11 و 12 اونایی که حد دارن میتونه مفید باشه. البته من فیلم های آموزشی رو در سایتم، آدرسش رو ملاحظه میکنید، این صفحه اول سایتمه. این آدرس رو اگر توی گوگل کروم بزنید وارد صفحه بشید میتونید بنابرای رشته تحصیلیتون فیلم های خودتون رو ببینید. بریم اینم کانال تلگرامیم هست، یعنی قسمت بیوش، آدرسش رو ملاحظه میکنید بر پا فایل. میگه حاصل حد زیر برابر است با دیمیت رادیکال ایکس به علاوه 7 وقتی ایکس به سمتتون نزدیک میشه. مشکلی از لحاظ دامنه نداره، از سمت چپ و راست میتونه نزدیک بشه. دو رو قرار میدیم. همیشه وقتی میخواییم حد و حساب کنی، اولین کار اگر تابمون رو داشته باشیم قرار میدیم که میشود رادیکال 9 3. چه از سمت راست چه از سمت چپ فرقی نمی کنه. اینجا لازمه این نکته رو بگم، خیلی مهمه. لیمیت رادیکال 2 منهای x وقتی ایکس به سمت 2 میل میکنه، آیا این وجود داره یا نه؟ 2 منهای x دامنه رو اول ببینید. میگه ایکس کوچکتر مساوی با 2، یعنی از سمت راست نمیتونه نزدیک بشه. اگر ما میخواییم در یک نقطه حد داشته باشه، اولین شرط اینه که توی بازه باز به قرینه محذوف اون، یعنی اون نقطه ممکنه تعریف نشده باشه، اشکال نداره، اما از چپ و راست باید بتونیم بهش نزدیک بشیم. چون نمیتونیم از راست نزدیک بشیم، بنابراین در 2 حد نداره. میگه از نظر پیوستگی در مورد این تابع چی میتونیم بگیم؟ تابع براکتی خیلی مهمه. چجوری حل کنید راحت تر باشه، این خیلی مهمه. حتما باید چپ و راستش رو بگیریم. ببینید، میدونید لیمیت f ضرب در g وقتی که مثلا ایکس به سمت A میل میکنه برابر با این یه قضیه است دیگه. لیمیت F وقتی ایکس به سمت A میل میکنه این لیمیت، یعنی میتونیم جدا کنیم. تابع مشکلی نداره. این ایکس دوم یه تابعی در نظر بگیرید، حدش در 3 چپ و راست 1. بنابراین پس از این صرف نظر کنیم بریم این قسمت داخل پرانتز. اگر براکت داشتید از من میشنوید این کارو کنید. مثلا ما میخواییم لیمیت این تابع براکتی رو ایکس به علاوه 3/2 به علاوه براکت جزء صحیح ایکس منهای 3/2. اگر از سمت راست به 3 نزدیک میشید، مثلا 3.1 در نظر بگیرید، 3.1 رو بذارید تو اینجا، تو این اولیه قرار بدید، میشه 6.1 تقسیم بر 2، از 3 بیشتره، بنابراین جزء صحیحش میشه 3. اینجا 3.1 قرار بدید میشه 3.1 منهای 3.1 تقسیم بر 2، مثلا 5/0، این میشه 0. بنابراین حد راستش شد 3. بریم حد چپش رو حساب کنیم. همینو داریم این دفعه از سمت چپ. من این قسمت رو برای اینکه مشخص تر باشه چی کار میکنیم دوباره مینویسم. لیمیت چی رو داره حساب میکنیم؟ جزء صحیح ایکس به علاوه 3/2 به علاوه جزء صحیح ایکس منهای 3/2 وقتی ایکس از سمت مقادیر کمتر از 3 به 3 نزدیک میشه، مثلا 2.9 قرار بدید جای ایکس میشه چی؟
5.9 تقسیم بر 2 اگر 6 بود میشد 3. حالا یه ذره کمتر از 3، بنابراین مثلا میشه چقدر؟ 2 خورده‌ای دیگه، میشه 2. و اگر اینجا 2.9 قرار بدید منهای 3، این جزء صحیحشو در نظر بگیرید، یه مقدار منفی مثلا -0.1، جزء صحیحش -1، بنابراین جمع که کنید میشه 1. حالا نکتهش اینه، وقتی میگیم پیوستگی باید مقدار حد تابع f x وقتی x به سمت a میل میکنه برابر باشه با f a. حالا اگر باشه میگیم پیوسته است، اگر حد راست برابر باشه پیوستگی راست، اگر حد چپ برابر باشه پیوستگی چپ. ما اینجا حد راست رو گرفتیم، یادتونشان در اومد 3، و اگر اینجا f 3 رو هم حساب کنیم، این که 1 بود هیچی، میشه 6.3، اینم که میشه 0، f 3 میشه 3، حد راست هم شد 3، حد چپ هم شد 1، بنابراین پیوستگی راست داره اما پیوستگی چپ نداره. اگر پیوستگی چپ و راست داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مقدار این، یعنی پیوسته است دیگه. پیوستگی راست و چپ داشته باشه یعنی پیوسته است. بریم سوال بعد. این خیلی سوال جالبیه، نکته هم داره. میگه 1 به علاوه کوتانژانت 3π/4 رو ما قرار بدید. 1 به علاوه تانژانت 3π/4 رو، هم تانژانت هم کوتانژانت 3π/4 رو -1، بنابراین میشه 0.0 رو. وقتی که 0.0 رو داریم دو راه داریم، یکی بیایم از هوپیتال استفاده کنیم، یکی دیگه بیایم رفع ابهام کنیم. اگر من به جای کوتانژانت بذارم 1 به روی تانژانت چی میشه؟ میشه 1 به علاوه 1 به روی تانژانت، مخرج همون باشه. صورت از تانژانت ایکس مخرج مشترک بگیرم میشه تانژانت ایکس به علاوه 1. اینجا 1 به علاوه تانژانت ایکس رو داریم. دور در دور، نزدیک در نزدیک کنید به چی میرسیم؟ به 1 به روی تانژانت ایکس. حالا ایکس به سمت 3π/4 بود، تانژانت 3π/4 -1، بنابراین میشه 1 به روی -1 -1. اما من میخوام یه نکته رو اینجا، یه نکته ظریفی رو اشاره کنم، خیلی مهمه، شاید در سطح کتاب نباشه اما تو کنکور میاد. 1 به روی تانژانت ایکس توی براکت باشه، یا نه اصلا تانژانت ایکس، ایکس به سمت 3π/4 از سمت چپ. این خیلی نکته ظریفه. تو دایره مثلثاتی ما وقتی میگیم از سمت چپ، 3π/4 کجاست؟ این 1π/4، 2π/4 میشه π2، این 3π/4 135 درجه. میگه از سمت چپ، نه که از سمت چپ، یعنی منظور از مقادیر کمتره، یعنی از این. اگر این تانژانت باشه نگاه کنید، مقادیر کمتر اینجا که -1، درست؟ مقادیر کمتر رو نگاه کنید، بیشتر از منهای 1. بنابراین اگر بگه این چی میشه، شما میگید میشه -2. چرا؟ چون از -1 یه ذره بیشتره. اگر این مثبت بود میشد از مقادیر بیشتر از 3π/4، یعنی بالاتر، از -1 کمتر میشد -1. بریم سراغ سوال بعدی.
حد این تابع رو خواسته، باز از همون روش میتونید استفاده کنید. x مقادیر بیشتر میشه مثلا 3.1 جزء صحیحش به علاوه 4.31. این میشه 3 به علاوه چی؟ 4 - 3.1 میشه 0. این میشه 3، حد راست. اما از سمت چپ نگید جزء صحیح حد نداره، باید حساب کنید. میشه مثلا 2.9 به علاوه 4 - 2.9. این میشه 2، این میشه چی؟ 1.1. بنابراین حد داره، حدش 3. و این سوال خیلی مهم که منم بی‌دقتی کردم توش. تابع جزء صحیح توی جاهایی که داخل جزء صحیح عدد صحیح میشه باید بررسی کنیم. ببینید، میدونم الان شما میگید این ایگرگ مساوی x2، اما این براکتشه. توی -1 چیه؟ -1 بذارید به جای x میشه چی؟ 1. این بالا تو پر میشه. اما از -1 xایی که بزرگتر از منهای 1 تا 0، هر ایکسی رو در نظر بگیرید تو این بازه که باشه چیه؟ به توان دو برسه مثبت. مثلا میگم -0.1 در نظر بگیرید، به توان دو برسه چی میشه؟ 1/100. براکتش 0، خود 0 هم که 0. پس اینجا به این صورت پر. حالا نکتهش اینجا ظرافتش اینه، یه نکته دیگه هم میگیم. از صفر که بیاید تا 1، باز بله تو یه صفر پیوسته است. 1 که باشه تو 1، از 1 بیشتر 1 خودش میشه 1. از 1 بیشتر تا کجا؟ من اینجاشو بی‌دقتی کردم. تا رادیکال 2. از 1 تا رادیکال 2 براکتش میشه 1. اینجا یه. بعد از رادیکال 2 تا رادیکال 3 میشه چی؟ 2. یعنی خود رادیکال 2 رو که بذارید میشه 2 تو پر، مثلا اینجا تا رادیکال 3، رادیکال 3 رو بذارید میشه 3، 2 هم که بذارید رادیکال 3 تا 2 هم آره میشه 3، بعد 2 هم که بذارید میشه 4. توی منهای 1 ناپیوست است، تو 1 ناپیوست است، تو رادیکال 2 ناپیوست است، تو رادیکال 3 ناپیوست است، تو 2 هم ناپیوست است. اینا میشه 5 نقطه. خیلی سوال خوبیه، سعی کنید اینو برای خودتون تحلیل کنید. ممنون.